قطعا بلایی که سر سیاست‌های مدیریت سازمان حج بر سر حج اومد، یعنی یه زمانی اگر کسی میرفت حج میومد توبه میکرد، آدم صالحی میشد، نماز یومیه تکمیل. الان دیگه حج شده بخش تفریحی، زمان دانش آموزی هم بود. همون بلا رو سر اربعین هم خواهیم آورد. یعنی کربلا هم دیگه از اون خاطره ایشی، از اون ابهتش یک امر روزمره بدل میشه. لذا من اصولا به عنوان یک متخصص علوم شریعه، به عنوان درون دینی قضاوت نمیکنم. این کار در بلند مدت حرمت و هیبت کربلا رو از بین میبره در ذهن شیعه ایرانی. لذا خیلی خوشنود آخرین ذخیره ای که سیستم داره ازش به نفع خودش استفاده میکنه. لذا من فکر میکنم در یک صورتبندی مسئله برتر اینه که ما با یک سیستمی از حاکمیت مواجهیم که بالاترین منابع را داره، بالاترین حق مداخله بر خودش قائل شده، تقریبا نزدیک به صفر مسئولیت خطاهاش میپذیره. یعنی هیچ خطایی نیست که بگه آقا ما خطا کردیم. این که ما توی با ونزوئلا 1% در شاخصی که وزنیمو تفاوت داریم تقصیر کیه؟ تقصیر جامعه، تقصیر اقواممونه. این که تمام شاخصهای توسعه انسانی در حاشیه کشور به طرز خیلی بدی داره جا میفته از کیه؟ ببینید توی یک چنین موقعیتی که ما پرداختن و مسائل اجتماعی از عقل، عقلانیت مفهوم نه عقل ارزشی، عقل ارزشی دیگه کارآمدی دیگه، از اون فاصله بگیر به نظرم خطرناکه و سیستم قدرت ایران خیلی داره از این استفاده میکنه. برام خودم از فکر میکنم خیلی ساده است. بحران از کجا میاد و کجا میره، اثرات چه کجا شاخصش انجام ده. این شاخصایی که من گفتم نه تقصیر جوانهای دهه 80 90 نه تقصیر اقواممونه نه تقصیر اقلیت‌های مذهبیه.